چنین جلسه هسته مروری بر مستقل بودن متغیرهای تصادفی داشته باشیم. خب پس عنوانم هست استقلال متغیرهای تصادفی. ابتدا من یک یادآوری داشته باشم. از مفهوم استقلال پیشامت ها در حقیقت یادآوری اولم تعریف هست، اینکه دو پیش آمده آ و بی را مستقل گوییم هرگاه رخ دادن و یا ندادن هر یک تأثیری و دیگری نداشته باشه. اما این رابطه هم گفتیم، ولی این رابطه تعریفش محک اون چی بود؟ در حقیقت فرض کنید در حقیقت امگا F و P یک فضای احتمال باشه. حالا باید بگیم که دو پیش آمده A و B عضو F مستقلن هرگاه B A اشتراکش با B برابر باشه با P A و P آقا این محک بود تعریف نه. اما حالا ببینیم بر این اساس چطوری میتونیم استقلال متغیرهای تصادفی ها معرفی کنیم. از استقلال متغیر تعریف دو متغیر تصادفی کسی و هتارا مستقل گویی هرگاه دو پیش آمده در حقیقت قبلا گفتیم این مخففه چیست؟ در واقع اومگا هایی هست که این خاصیتی دارن و ادعایی که کمتر از هایی هستن مستقل باشه. به عبارت دیگر که این موضوع را به صورت ریاضی توصیف بکنیم، یعنی پیه که سی کمتر از ایکس باشه و اینجا در واقع داریم توابع در واقع موضوع متغیر را معرفی بکنیم. در واقع توضیح کناری رو پیه در واقع سی کمتر از ایکس اشتراکش با در حقیقت اتا کمتر از وای
esto pi در حقیقت c کمتر از x ضرب در پی اتا کمتر از y برای هر x و y که توی r هست. اما یه نکته که در مورد قبلا از اون قبلا مطرح کردیم موضوع استفاده کردیم تذکر توضیح دو جمله ای نتیجه توضیح های برنولی مستقل است. اما مثالی هم میتونیم بزنید که حالا مثل همه حالت پیش آمد ها تذکر این عنوان تمرین ذهنی خوبی هم میتونه باشه که حالا عنوان من تمرین بنویسمش تمرین مثالی آیا می توانید مثالی بیان کنید که 2x2 مستقل باشد ولی مستقل نباشن؟ نکته ای که باید اینجا دقت بکنیم این هستش که گفتیم مستقل نباشه ولی گفتیم مستقل 2x2 مستقل باشه.